دولت چگونه بازار ارز را کنترل کرد؟ تشدید نگرانی‌ها درباره تبعات خروج آمریکا از برجام و وضع دو مرحله تحریم علیه ایران، تلاش‌های سودجویان در داخل و تروریسم اقتصادی که از خارج مرزهای کشور هدایت می‌شد، سبب شد تا در ابتدای امسال روند افت ارزش ریال شتاب گیرد. تداوم این روند سبب شد تا اوایل مهر ماه دلار آمریکا در بازارهای غیر رسمی به کانال 20,000 تومان نزدیک شود. در ادامه اقداماتی چون تعیین نرخ ارز دولتی 4200 تومانی برای دلار، ایجاد بازار ثانویه و راه اندازی سامانه نیما، اقدامات دولت ثمر بخش شده و اکنون بهای دلار در حال فروکش به زیر 10,000 تومان است. از مهمترین دلایل کاهش نرخ ارز می توان به توافقات دیپلماتیک با دیگر اعضای برجام جهت مقابله با تحریم ها، تقویت نظارت بر بازار ارز، برخورد جدی با سوداگران این بازار و مدیریت جو روانی جامعه اشاره کرد. عامل مهم و اساسی دیگر اقدامات بانک مرکزی برای مهار افسار گسیختگی بازار ارز بود. اعطای اختیارات جدید به بانک مرکزی این امکان را به وجود آورد تا این نهاد ضمن ارائه تسهیلاتی برای صادرکنندگان عمده کشور از جمله پتروشیمی‌ها، آنها را مجاب به تزریق ارز ناشی از صادرات به نیما سازد. پتروشیمی‌ها تنها در نیمه نخست امسال مبلغی برابر با 7.5 میلیارد دلار صادرات داشتند. بانک مرکزی با اختیارات جدید و همچنین اعلان آزادسازی امکان واردات طلا و ارز سبب شد تا عمق بازار ثانویه افزایش یابد. این در حالی بود که بازار ثانویه ارز تنها 20% از منابع ارزی ناشی از صادرات را پوشش می‌داد. نتیجه این سیاست‌ها و نیز اطمینان بخشی دولت در زمینه کفایت ذخایر ارزی، بازگشت تعادل به فرایند عرضه و تقاضا در بازار ارز و تقویت دوباره ریال بود.